اینجا زندان رجای شهر کرج بند یک سالن یک تاریخ 1 خرداد 1389. الان پیش آقای محسن بگوند هستیم. امروز حسن آخریان رئیس اندرزگاه محسن و چند زندانی دیگر رو به شدت کتک زد، دستش رو شکوند و وقتی به محسن رو به بهداری میبرند دکتر رجوی رئیس بهداری دستور بستری شدنش رو میده، ولی حسن آخریان و امینی با مسئولیت خودشون جلوی بستری شدن محسن و زندانی دیگر رو میگیرن. حسن آخریان واقعا موزل خیلی بزرگی شده واسه زندانی این اندرزگاه. اینجا اتاق شکنجه باز کرده، حتی جلوی ملاقات ها رو سر خود میگیره، خودش مواد مخدر شیشه مصرف میکنه و رفتار جنون‌آمیز از خودش نشون میده. خلاصه وضعیت زندان رو وضعیت حادی رسونده. الان خود آقای محسن بگذن براتون توضیح میده. بگو چه اتفاقی افتاد واسه ما. برای سوء تفاهم بود، ما رو بردن زیر هشت، بردن زیر هشت، دست مپاون کردن، چشمان زدن با آقای سامان محمدی. یه چند نفر دیگه بودیم که بردن، اونا رفتن سالون. دو نفر رو نگه داشت و با چیز خودش، با مسئولیت خودش گرفت بره زد. گفت آقای آخرین توضیح داخل چی شده؟ سر یه سوء تفاهم، نه دعوایی شده، نه کوچکترین چیزی شده. چشمان زد به ما و ما هم اینجوری زد. دیگه الان من نه دستام تکون میخوره، نه پاهم تکون میخوره. الان دیگه جوری در چه بیهوش شده. بعد به بهداری رسوندن و قرار شد ما رو بستری کنن. آقای رجبی رئیس بهداری گفت اینا حتما بستریشن و آقای آخریان آقای امینی پاسداربند و فرستاد که گفت ممانعت کردن، نذاشتن ما بستریشی. گفتم به مسئولیت خودم نمیخوام اینا بستریشن. ما امنیت جانی نداریم. شما میتونید شکایت بکنید از آقای آخریان؟ بله. تا حالا شکایت کردید و به پیگیری شده؟ نه خیر. نمیشه. مشکلی دیگه که آخریان واسهتون پیش میاره رو میتونید توضیح بدید؟ کسی هست بخواد صحبت کنه؟ شما آقای سرچیزی میدید؟ راجبه؟ مرید چیزی میخوایی بگی؟ تو این زندان فقط این نیستش، همه همین جوری هن، همین وضعه. کسی رسیدگی نمیکنه، مامورا مواد مخدر وارد زندان میکنن، کسی نیست رسیدگی کنه به این مسائل. همه اینجا در عذابم. بعد غیر از اون شکنجه هایی که میدن که این الان مثلا چی وضع خوبشه. دو تا دست شکسته، این همه کتایی کرده وضع خوبشه؟ اون تازه الان وضع خوبشه. بهرام تأثیری رو تو سویت زدن، دو تا پاهاشو شکوندن، دستشو شکوندن، الان یه وضعیت خیلی ناپر میداره. خانوادهش رفتن شکایت کردن ولی رسیدگی نمیشه. انفرادی ها چطوریه؟ انفرادی ها که به سویت معروفه؟ خیلی ناجوره، اصلا روزی دو بار بیشتر دستشویی و چیز نمه، همون که اصلا نداره. اونجا میبرن بدون چی تاریخ، بدون چیز نگر میدارن. اینجا تقریبا شنیدن صدای شکنجه ها و زجه زدن زندانی ها توی سالن دو واسه همون عادی شده. شاید دو متر بالاتر از سر ما انفرادی های سالن دو بنده یکه. نمیدونم آیا مرجعی هستش به این مسائل رسیدگی کنی یا نه. ولی من میگم اطمینان کامل تام اختیار داده دیگه. بله خدا خیر به منم گفتش که خود علی حاجی کاظم اختیار تام داده. خاطر اینکه میگه سه چهار تا مامور اینجا کردینا پول گرفتن ریختن سر ما رو زدن تو خواب آبوجوش ریختن رومون. هیچ رسیدگی هم نکردن بهمون. آقای آخریان میگه چون من یادم اطلاعاتی هم دنبال افتادم، هیچ کی تو زندان نمیتونه چی بهم بگه. دستم باز زد. آقای آخریان میگه یک بارم من تمام مراجع بشر میخوام فکر واسه ما بکنم. الان این دستگیری که ضبط شده امنیت جونی درش نیست. میبره با باتون برقی. میبره شو باتون برقی داره.